حسن روحانی رئیس جمهور رژیم ایران قرار است روز پنجشنبه 25 سپتامبر برای دومین بار در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک سخنرانی کند. روحانی در حالی وارد نیویورک می شود که نارضایتی های عمومی در داخل کشور به اوج می رسند، اعدام ها و نقض حقوق اقوام مذهبی به شدت ادامه دارند و مسئله هسته ای رژیم و مذاکرات 11 ساله هسته ای به یک بحران عظیم درون حکومتی تبدیل شده و بی‌اعتمادی قدرت های مماشاتگر نسبت به رژیم افزایش می یابند. این در حالی است که ایرانیان مخالف نظام در خارج کشور خود را برای استقبال از حسن روحانی آماده می کنند و با شرکت در تظاهرات 25 سپتامبر خواهان اخراج رژیم و نمایندهش از سازمان ملل می شوند. عصبانیت ولی فقیه از راه ندادن حکومت آخوندها در مبارزه با داعش نیز از جمله تحولاتی است که نشان از تضعیف و در نهایت جارو شدن دیکتاتوری آخوندی از منطقه خاورمیانه دارد. از آقای حسن دایی نویسنده، پژوهشگر و از افشاگران شبکه لابی رژیم یعنی نایاک در آمریکا دعوت کردم تا در موارد ذکر شده با ایشان به گفتگو بنشینم. همینک توجه شما را به این گفتگو جلب می‌کنم. با سلام خدمت شما آقای حسن دایی، ممنونم که بار دیگه دعوتم رو برای پرداختن به اوضاع بحرانی رژیم ایران قبول کردید. به رادیو ایراوا خیلی خیلی خوش آمدید. سلام خانم غفاری، سلام به همه شنوندگان، به همه هموطنان، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. خواهش میکنم آقای دایی، همونطور که میدونید روز پنجشنبه 25 سپتامبر حسن روحانی رئیس جمهور رژیم ایران برای سخنرانی به سازمان ملل خواهد رفت. من میخوام از شما هدف روحانی از سفر به نیویورک رو بپرسم و از اونجایی که آخوندها کلن دورو هستن و همیشه دو جانبه کار میکنن، برای ما توضیح بدین که چه اهداف عمومی و چه اهداف خاصی روحانی از این سفر داره. بله، عرض کنم که خب چه محمد خاتمی، چه احمدی نژاد که هر سال میومد به نیویورک و چه الان که روحانی تازه شروع کرده، خب این یک اهداف عمومی دارن که همه رؤسای جمهور این حکومت دنبالش هستن، که در درجه اول یه تریبون مفت و مجانی در خدمتشونه. تمام رسانه‌ها بهشون توجه میکنن، میتونن پیامایی که دارن، حرفایی که دارن، تبلیغات به تمام دنیا برسونن. اینا خوب یاد گرفتن اینو از زمان رفسنجانی که خرازی اینجا بود، یاد گرفتن لابی کردن، رابطه با رسانه‌ها، به محافل به اصطلاح فکری و اینها خوب یاد گرفتن که این سفرها میتونه چقدر اهمیت داشته باشه. خب این اهداف کلیشونه. دومی که جمهوری اسلامی همیشه از انزوای دیپلماتیک هم رنج برده، همیشه همینطور بوده، مثل یه حکومت عادی که نیستش که به خاطر رفتاری که داره تروریستی و غیره در جهان و نقض حقوق بشر همیشه منزوی بوده. بنابراین وقتی که رئیس جمهورشون رو میفرستن اینجا و تو تریبون و مورد توجه قرار میگیرن و دیدارهایی که در حاشیه ها انجام میشه، این انزوای دیپلماتیک کم رنگ میشه لااقل برای همین چند روزی که اینجا هستن و قدرت نمایی برای مردم ایرانه، سعی میکنن تو دل اونها رو خالی بکنن. بعدم این که خب تو دوشه روحانی که اومد، اینها میخواستن از سال گذشته کمر تحریم ها رو بشکنن، تعادل قوا رو در واشنگتن به نفع لابی مماشات تقویت بکنن، نمایش اعتدال بدن که ما فلان خواهیم کرد، مذاکره صلح به نتیجه میرسه، شریک خوبی برای آمریکا هستیم. بعد این صحبت هایی که خاتمی هم کرد و بیجه نرسید رو روحانی هم پارسال کرد. خب حالا اینا اهدافیه که رژیم همواره داشته، یعنی از قدیم داشته، این اهداف کلیه که الان هم روحانی به طور خاص دنبالش هستش. و یه هدف دیگه هم که دارن اینه که کلن این رؤسای جمهور جنگ جناحی هم هست. وقتی میاد اینجا روحانی میخواد جناح خودش رو تقویت کنه، جناح رفسنجانی رو تقویت کنه و از حمایت آمریکایی برای جناح خودش هم بهره بگیره که بتونه وزن خودش رو در داخل ببره بالا. اینم هست، برای همینم خامنه ای این رو میدونه و سعی میکنه با اقدامات متقابل این رو تضعیفش بکنه. یعنی این سفر در حقیقت میدان جنگی هم هست بین جناهای رژیم، یعنی مقاصد تلافی جویانه دارن علیه هم دیگه. بله دیگه، مثلا ببینید خب این بیاد اینجا وعده میده که بخواد کسب قدرت بکنه، کسب حمایت بکنه، وعده های تو خالی میده. حالا درسته یه بخشش تو جیب کل حکومت میره، ولی میخواد جناه خودش هم تقویت بکنه دیگه. که حتی داخل هم رفت بگه ببین آمریکایی‌ها پشت منم، من قوی هستم، از این صحبت ها. خب چیکار میکنه خامنه ای؟ بیشتر دخالت میکنه در امور. اومد خط و نشون کشی که هیچکی نباید دیدار بکنه با مقامات آمریکایی به غیر از وزارت خارجه. خب یعنی اینجوری تکلیف روحانی رو مشخص کرد که تو آمریکا دنبال دیدار با اوباما و تماس تلفنی و صحبت ها نباش. یک. دوم
دستگیری خبرنگاران، ببینید این خبرنگاران آمریکایی مثل جیسون رضاییان و اینها رو اینو دستگیر کردن، خب این اعتبار روحانی میره پایین، حتی اگه آزادش بکنن توی چند روز ممکنه مثلا آزادشون بکنن، ولی به هر صورت اعتبارش میره پایین که آقا این قدرتی نداره، این آدمی که قول میداد رابطه با آمریکا رو میخوام بهبود ببخشم و نمیدونم پرواز مستقیم بذارم و دفتر حفاظت درست بکنم و شریک خوب آمریکا بشم، میان خبرنگار آمریکایی که هیچ کاره است به نفع حکومت هم تازه مقاله می نوشته دستگیر میکنن، روحانی هیچ کاری نمیتونه بکنه، یعنی نشان بیقدرتیش، یعنی خامنه ای با دخالت که تو مسئله هسته ای میکنه، خط و نشونایی که سر منطقه میکشه و تو سیاست داخلی این کارا رو میکنه، به طرف غربی میگه آقا این روحانی که داره میاد اینجا روی حرفاش اصلا حساب نکنه، هیچ قدرتی نداره، طرف حسابتون منم، این جنگ و دعوا اینجوری خودشون نشون میده. درسته. آقای دایی، تا الان چه برنامه هایی از طرف روحانی مشخص شده؟ و سوال بعدی این است که آیا دیداری با ایرانیان طرفدار رژیم هم در آمریکا خواهد داشت یا نه؟ حتی هم که از آخری شروع کنم که متاسفانه میدونید که تو ایرانی ها خب جمعیت 1 میلیونی، پیدا بله. کردن چند صد نفر تملقگو و مروج فرهنگ ذلت و حقارت که همیشه هست، پارسال که روحانی اومد خب توی دور بود و خیلی اول کار بود و اینها، یه جلسه گذاشتن 1000 نفر فکر کنم حدودا شرکت کرده بودن که قابل تأسف هم، 1000 نفر هم قابل تأسفه، الان هم برنامه ریختن که جمعه شب گویا یه برنامه داشته باشه دیدار با مثلا ایرانی ها که بخش عمدهشون خود مزدوران این حکومت هن، لابی های این حکومت هن. ولی شنیدم که دنبال جذب نیرو میگردن و نتونستن سالن رو پر بکنن، هنوز دارن خواهش تمنا میکنن که به صدا صندلی ها رو جاها رو تعیین بکنن به قدم ها بدن، پارسال این مشکل نداشتن، این یکی از برنامه هاشونه. میدونم که روز سه‌شنبه با خبرنگارا دیدار داره، با مجموعه رسانه های دیدار داره، و شبش با این کارشناسان مسائل ایران که اکثرا رفقای خودشون هستن و اینها، مثل باربارا اسلاوین و نمیدونم لورا روزن و این رو جمع میکنن، برای اونا صحبت میکنن، بعد روز چهارشنبه دعوتش کردن به انجمن آسیایی ایشیا سوسایتی، همونی که پارسال دعوتش کردن که خیلی سر صدا کرد، دوباره دعوتش کردن، این بار گرداننده جلسه فرید زکریاس مجری برنامه های سی ان ان که اون رو اجرا میکنه، قراره به صورت ویدیو کنفرانس هم گویا سوال جواب ها رو بگیرن و خیلی دارن روش تبلیغ میکنن، اونم دنبال این میگردن که جلسه رو پر بکنن. بعد روز جمعه پنجشنبه که گویا در سازمان ملل صحبت میکنه، روز جمعه اش دیدار داره با این گروه های مذهبی مثل احمد نژاد که دیدار میکنه، این هم دیدار داره بله. جمعه شبش هم با ایران داره. این تا اونجایی که من اطلاع دارم. آقای دا، شما اشاره کردید به برنامه های رسانه ای، کنفرانس هایی که قراره برای روحانی بذارن. میخواستم از استقبال رسانه ای جامعه آمریکایی از روحانی برامون بگین. به نظر نمیاد شور و شوقی در رسانه ها و حتی محافل سیاسی آمریکا نسبت به این سفر به خصوص روحانی وجود داشته باشه. تفاوت امسال با گذشته چیه تو این زمینه؟ خب اولا فضا رو که خودتون خوب توضیح دادید، پارسال یادمه که این ریتکی نوشته بود روحانی شده مثل این محصولات جدید اپل که میخواد به بازار بیاد، میزننشون وسط دوربینا روش و مثل یه ستاره ازش استقبال میکنن، تمام خبرنگارا آمادن صف میکشن پشت در جیغ میکشن، پارسال واقعا اینطوری بود. الان میبینید که اینقدر بیروح شده که من میخوندم صبح مقاله باربارا اسلاوین که اصلا خبرنگار خودیه، خانزاد جمهوری اسلامیه، دیدم مقاله نوشته بود با سوزان مالونی نوشته بود، همه دارن میگن، خود اینا میگن فضا به شدت منفیه، اصلا با گذشته قابل مقایسه نیست. دلیلش هم اینه که واقعش اینه که پارسال به هر صورت این آقا رو به غلط گورباچف میدونستن، اینا میدونن که رئیس جمهور تو ایران کاری ای نیست، اینا که خوب میدونن، ولی پیش خودشون میگفتن که چون مشکلات زیاده، حکومت در بنبست و تحریم و اینها هستش، وضعیت انفجاری داره جامعه ایران، خامنه ای و اون نرمش قهرمانانش حاضر شده تا ته بره، یعنی روحانی رو اووردن که سازش هسته‌ای رو تا ته برن، تو مسائل منطقه‌ای هم کوتاه بیاد. خب وعده هایی هم که روحانی میداد تو همین زمینه بود دیگه. ولی معمولا قانونش هم اینه، یعنی همیشه هم همینطور بوده که رژیم هر وقت تو تنگناس، حالا چه خاتمی بوده چه این بوده، اینا رو میارن جلو، فشارا کم میشه،
وقتی فشار به رژیم کم میشه، خب کل نظام میکشه بالا خودش رو، تقویت میکنه، از این وضعیت بحرانی کم خارج میشه. کی تقویت میشه؟ خامنه ای تقویت میشه. وقتی خامنه ای تقویت شد، میزنه تو سر خاتمی یا روحانی یا هر کسی که آورده، دوباره میشه قدرقدر. این مسیری که بوده، نگاه بکنید الان، ببینید خامنه ای الان بیشتر تو صحنه است، در همه کارا دخالت میکنه و قدرت داره، یا پارسال که روحانی اومد. دلیلش هم اینه که حالا چه روحانی چه خاتمی، اینا حمایت های مردمی که ندارن، که این آقا رو یه ماه قبل از انتخابات اومدن معرفی کردن، گذاشتن جلو جلیلی اینها، ولی یه اهرمی داشتن و اونم دارن، نارضایتی مردم از کل سیستم، وضعیت اقتصادی، وضعیت سیاسی. اینها میتونن این نارضایتی رو علیه خامنه ای و جناح مخالفشون استفاده بکنن برای پیشبرد سیاستاشون، اما نمیکنن. چرا نمیکنن؟ چون میدونن وقتی شما مردم رو به صحنه بکشونی، نارضایتیشون رو بخوای استفاده بکنی، دیگه نمیتونی متوقفش کنی تا اونجا که دلت میخواد. مثل سیلاب ممکنه راه بیفته، کل نظام رو از بین ببره. مثل 5 سال پیش تظاهراتی که بود، فقط دیگه به تقلب که محدود نشد، که بله. سیل راه افتاد. بنابراین نمیکنن، چون از این اهرم استفاده نمیکنن روحانینا. آرام آرام بیقدرتیشون و تدارکات چی بودنشون کاملا مشخص میشه. اینو دنیا داره میبینه، میبینه تو مسئله هسته‌ای کی داره تصمیم میگیره. قشنگ خامنه ای اومد گفت آقا 190 هزار سو، بعدش دید مذاکرات فتیله کشیده شد پایین. قشنگ مشخصه، یعنی فضا رو آماده کرد خامنه ای با تبلیغات و دلواپسی و نگرانی و بنر خیابانی و تظاهرات، بعد خودش وارد شد و قشنگ دستور داد چه بکنه. تو مسائل منطقه هم همینجوره، در زمین حقوق بشر هم همینطوره. یعنی کارنامه روحانی و کسی در یک سال گذشته با انصاف بخواد نگاه کنه، میبینه که هیچ کار است. یعنی وعده وعید میده، گاهگاهی تو فلان سخنرانی ایما و اشاره میکنه که بعد برن کارشناسا در بیارن منظورش مثلا کی بوده، ولی در عمل کاری نمیتونه بکنه که حتی دوستان خودش که تو زندان بودن نتونست آزاد بکنه. حسر آقایان موسوی و کروبی خانم رهنورد رو نتونست برداره. اصلاح طلبانی که به خارج اومده بودن، چند تاشون برگشتن دستگیرشون کردن، به بقیه هم گفتن آقا بر نگردیم، بر بگردیم میفرستتون اوین. خب اینو میبینه دنیا دیگه. وقتی دنیا میبینه که هیچ کار است، برای چی بشه محصول جدید آیفون اپل بدرشون وسط ازش باش عکس بگیرن؟ چون اینا قدرتی نداره. این سناریو رو بارها رفتن با این حکومت دیگه. درسته. آقای دایی، شما اشاره کردید به نارضایتی داخل کشور، مردم داخل کشور. در خارج کشور هم ما با یک موج فزاینده اعتراضی علیه رژیم مواجه هستیم. حتما میدونید که روز پنجشنبه 25 سپتامبر هواداران مقاومت ایران و دیگر گروه های مخالف رژیم هم در نیویورک در مقابل مقر سازمان ملل تظاهرات رو برپا خواهند کرد. سوالم این است که ایرانیان مخالف رژیم از نظر سیاسی در چه جایگاهی نسبت به سالهای گذشته قرار گرفتن و کلا تظاهرات امسال تو چه شرایطی داره برگزار میشه؟ خب سال گذشته واقعا سال سختی بود. من خودم سال گذشته هم رفتم. اون سالایی که احمد نژاد بود، خب بیشتر می اومدن ایرانیا، به خصوص وقتی جنبش مردمی راه افتاد 5 سال پیش. پر بود اون خیابونا، پر بود و گروه های مختلف میمدن. یه عده فکر کردن که حکومت داره سقوط میکنه، پریدن وسط حاجی انا شریف که یه وقت عددشون در نره. دعوا شد تو خود این سبزا، 4-5 شعبه شده بودن و هر کی یه طرف میکشید و گروه خودشون میآورد و میومدن تو خیابون با هم دعوا هم داشتن یه جورایی. بعد که تموم شد. ولی پارسال متاسفانه با اینکه هزاران نفر ایرانی در اون خیابون تظاهرات کردن علیه روحانی، ولی فضا فضای چی بود که امید داشتن هنوز. امسال خب این امید نیست، میبینن نقض حقوق بشر و این ظلم و ستم که این حکومت داره میکنه رو، میبینن که اومدن خاتمی تمام فایدهش تو جیب حکومت رفته و اینا دروغ بوده، این حکومت استفاده میکنه از این مسائل. امیدوارم که بیشتر بیان و لازمه. ببینید خانم قفاری، ما توی این شرایط کنونی رژیم واقعش اینه که داره تلاش میکنه برای پیشبرد سیاستاش، برای حفظ نظام. رژیم یه سیاست دوگانه داشته، 36 سال این سیاست دوگانه رو داره. از یه طرف سرکوب میکنه، میکشه، دستگیر میکنه، در خارج ترور، همه کار میکنه، همه کار رو میکنه. به موضوعش نمایشات انتخاباتی میذاره که آقا امید داشته باشین که از این ممکنه یه اصلاحاتی بشه. این سیاست دوگانه سرکوب از یه طرف و از یه طرف هم نمایش اصلاحات و وعده اصلاحات، همش برای حفظ نظامه که مردم دنبال راه حل‌های دیگه نرن. هر دوش یه هدفو دارن، اما برای اینکه این جا بیفته، برای اینکه این سیاست ادامه پیدا کنه، این حکومت و رسانه‌های دوستشون و لابی‌هاش در خارج کشور چیکار می‌کنن؟
میان فرهنگ ذلت، فرهنگ بدبختی، فلاکت رو میخوان جا بندازن که آقا مردم ایران شما هیچ راهی ندارید. ببینید آقا دور بر خودتون دنیا، اون وضعیت سوریه، اون وضعیت مصر، این فلان، 5 سال پیش اومدن تو خیابون به هیچ نرسیدید، اون دهه 60 هم که دیدید مبارزه مسلحانه دیکردن همه رو کشتیم، بله من راهی ندارید. این فرهنگ ذلت، بیان خواستهاتون رو در چارچوب همین نظام کاهش بدین، تو همین نظام امید داشته باشین، بنابراین به روحانی امید ببندین. این فرهنگ ذلت نه برای بهبود اوضاع که 36 سال گذشته نشون داده شده که تغییری نکرده که، نه، برای اینه که رژیم نظام دوام پیدا کنه. بنابراین اومدن تو خیابون تظاهرات علیه روحانی مبارزه با این فرهنگ ذلته، بنابراین یک نیاز ضروریه برای هر ایرانی که بره اونجا اعتراض بکنه. واقعش اینه که ما یاد بگیریم آخه ملت ما به کجا رسیده بعد از چند هزار سال تاریخ و انقلاب مشروطیت و مبارزات و مصدق و این همه افتخارات و این همه ادبا، شعرا، مقاومت ها، ستارخان ها و و و و رسیده به اینجایی که بعد بین جلیلی و روحانی انتخاب بکشه، هورا بکشه. آخه این چه مملکتی؟ یه پیرمرد آخوند جنایتکار رو تخت بیمارستان میره عمل پروستات میکنه، صف میکشن جلوش، تملقش رو میگن، نامه مینویسن، اظهار ارادت. آخه ببینید چه ذلتیه. بنابراین جمع شدن اومدن تو نیویورک و این هزاران نفری که هر سال میان، اینها واقعا از اینها باید تشکر کرد. ملت ایران به اینها مدیونه که اینها به دنیا نشون میدن که آقا مردم ایران اینا نیستن، بله. مردم ایران مقاومت میکنن، مبارزه میکنن از گروه های مختلف با گرایش سیاسی مختلف. درست. البته اون هزار نفری که نامه نوشته بودن، خود خامنه‌ای هم مطمئن نبود، بالاخره صدها بود یا هزارها بود. آقای دایی، بله. آقای دایی، همونطور که میدونید 11 سال از مذاکرات اتمی با رژیم ایران داره میگذره. اگه اشتباه نکنم اولین دور مذاکرات در سال 1382 در تهران برگزار شد، الانم که در جریان هست در نیویورک. نیویورک برای بار دوم میزبان مذاکرات اتمی 5 به علاوه 1 با رژیم هست. به نظر شما این راه طی شده، یعنی 11 سال گذشته، 11 سال مذاکره در نیویورک، نمیخوام بگم به پایان رسید، به جایی خواهد رسید یا نه؟ چشم انداز این مذاکرات رو شما چگونه میبینید؟ خب اول از همه باید ببینید آدم پیش بینی که خب مشکل همیشه، بله، برای اینکه فاکتورهای مختلفیه، ام. ولی برای راحت کردن مسئله که لااقل آدم صحبت که میکنه به واقعیت نزدیک باشه، اولین سوال اینه که حالا بعد از 11 سال، بعد از 25 سال که حکومت دنبال این برنامه هسته، یه هر ایرانی باید از خودش واقعا کلاه خودش رو قاضی کنه، انصافا سوال کنه که این حکومتی که میبینید آب دیگه توی مملکت نیست، هیچی، یعنی به هیچ چیزی این حکومت اهمیت نمیده، برای نیازهای اساسی مردم، آب، بهداشت، غذا، هیچی، یه مش مافیا. این حکومت برای چی 25 سال دنبال این برنامه هسته‌ای بوده؟ همه این سختی‌ها رو تحمل کرده، اینقدر انرژی میذاره، کوتاه هم نمیاد. بنابراین اونایی که فکر میکنن این حکومت میخواد تولید ایزوتوپ برای مبارزه با سرطان بکنه، یا با خودشون شوخی دارن یا با ما. بنابراین این حکومت دنبال بمب اتمی، در این تردیدی نیست. دوم، این سوالی که باید همیشه از خودم بکنیم که چرا این مذاکرات به نتیجه نرسه. خب سال 2003 که اشاره کردید واقعا بهترین موقعیت بود، چون جمهوری اسلامی از نظر اقتصادی قوی بود، دو تا از دشمناش در شرق و غرب یعنی صدام و طالبان از بین رفته بودن، و نفوذش تو عراق رفته بود بالا، خیلی وضعش بهتر بود، میتونست امتیازات فوق العاده ای بگیره، بهش راکتور میدادن و و و. نکرد. چرا نکرد؟ چرا بعدش نکرد؟ چرا هی تو این 11 ساله کشش داره؟ چرا پارسال نکرد؟ چرا همین 2 ماه پیش که قرار بود تمومش کنن نکرد؟ چرا؟ این سواله دیگه ها. بله. سومش اینه که ما فکر میکنیم یه طرفش اینه که چقدر این برنامه هستی اهمیت داره. خب این داشتن بمب اتم برای جمهوری اسلامی مهمه، برای هژمونی منطقه، ولی یه نکته دیگه هم اینه که ترک این برنامه، کوتاه آمدن و سازش هم خطرات دیگری داره. این هم یه فاکتور مهمیه در شرایط کنونی منطقه و وضعیت داخل ایران. کوتاه آمدن آنطوری که غرب رضایت بده، یعنی باز کردن در پادگان ها، برنامه موشکی، برنامه های گذشته نظامی هسته ای و و و و بازرسی های سفت و سخت و تعطیل کردن بسیاری از تاسیسات هسته ای، یعنی جام زهر برای این رژیم، خطرناک. حالا این ستا رو که کنار هم بذاریم، یه فاکتور بعدی هم میاد و اونم اینه که شرایط منطقه است. خامنه ای واقعا بر این باوره که در سوریه به پیروزی رسیده، در عراق هم قسمت شیعه نشین دستشن، بنابراین دست بالا رو داره. اوباما هم میبینه که یه آدمی که هیچ
سیاستی نداره، مردد، میترسه، آدم پاسیویه. بنابراین میگه یک فرصت واقعا اعتقاد داره اینا. یعنی شما حرفای قاسم سلیمانی، رفتار اینا رو در عراق میبینید و در سوریه و لبنان و الان مسئله فلسطین و یمن میبینید، اینا میخوان تخت گاز برن. این سیاست همخوانی با سازش نداره. میبینن که دست بالا رو دارن، میگن چرا ما سازش هستی بکنیم، عقب نشینی بکنیم، برای ما خطرناک. بنابراین مجموع اینها رو که کنار هم بذاریم، من فکر نمی کنم به نتیجه برسن، همطور که بارها من اینو گفتم. اما یه فاکتوری هست که ما هنوز ممکنه ندونیم ابعادشو، و اون خرابی وضعیت اقتصادی رژیمه. اینو نشون نمیدن، اینقدر اینا دروغ میگن همه جناهاشون در مورد وضعیت، واقعا نمیشه گفت وضعیتشون چجوری. این یه فاکتور بسیار مهمه، نارضایتی های مردم و بحران اقتصادی بسیار پاشنه آشیل این حکومته که مردم شورش نکنن. این جایی که میتونه رژیم رو وادار بکنه جام زهر هسته‌ای رو بخوره. از این اطلاع کامل نداریم که آیا به اونجا رسیده که ببینه خطر شورش مردم بیشتر از خطر جام زهر هسته‌ایه، بیا چیکار کنه، بیا جام زهر سر بکشه. آیا به اون نقطه رسیده؟ هنوز خبر نداریم. بنابراین من اگه بخوام الان فکر کنم، من میگم 80-20، 80% به جایی نخواهند رسید، 20% هم نمیدونیم پشت یعنی چیه، وضعیتشون چجوریه. اگر به آقای اوباما بود، خیلی سازش نرمتر از این رو کرده بود که با جمهوری اسلامی کنار بیاد. انگلیس و اینها هم خیلی شدید دنبال اینن که تمامش کنن و وارد بازار ایران بشن، تشنه شدن برای ورود به بازار ایران. اما واقعیات اینه دیگه، حتی در سر این جریان داعش دیدید که بله. واقعیت این خودش تحمیل میکنه. آقای اوباما نمیتونه سیاست های خودش رو فقط دنبال بکنه، واقعیت های صحنه اینه که یک سازش هسته‌ای مطابق میل اوباما انجام نخواهد شد. کنگره بسیار مهمه، لابی های خارجی هم بسیار مهمه. درسته آقای دایی، از وقتی که برای مبارزه با داعش اون ائتلاف بین‌المللی رو راه انداختن، رژیم خیلی عصبانیه که چرا اون رو راه ندادن. البته خود خامنه ای در به قول خودش در حال تفریح وادار به موضع‌گیری شد در این زمینه، از لحن لومپنیزم خاص آخوندی خامنه ای درباره سخنگوی کاخ سفید که واقعا نشونه ماهیت آخوندها و دیدگاهشون نسبت به زن هست که بگذریم. خامنه ای گفت که مفتخره که به ائتلاف داعش دعوت نشده، ولی دو تا کلمه پایین تر گفت که آمریکا رو تهدید کرد، در واقع که همون مشکلاتی که در 10 سال گذشته بر سر راهشون در عراق به وجود آمده بار دیگر به وجود خواهد آمد. آقای دایی، اگه خامنه ای مفتخره که دعوت نشده به ائتلاف جهانی برای مبارزه با داعش، چرا عصبانیه و اصولا چرا رژیم رو به این ائتلاف راه نداده و نمیدن؟ خب ببینید، اول از همه در این جریانی که به وجود اومده، اول برگردیم سراغ اوباما که واقعش نه، همه دارن میگن، به گزارش شد از همه جناها بخونید. این سیاست منفعلانه اوباما در مسائل عراق و سوریه از سال 2009 تا کنون باعث به وجود اومدن این بحران هایی شده که داعش از توش زده بیرون. داعش دومل چرکینیه که در گنداب عراق و سوریه رشد کرده. این گنداب رو هم جمهوری اسلامی درست کرده و کسی که به این رشد این گنداب کمک کرده شخص شخیص آقای اوباماست، در این تردیدی نیست. یعنی میبینید که الان اومده اوباما رفته مجلس و سنا، دیروز رأی دادن که به اپوزیسیون سوریه مثلا کمک بکنن. این 2.5 سال خود دیپلومات های آمریکا در سوریه، خانم کلینتون، همه میگن ما رفتیم گفتیم، حتی جنرال های نظامی آمریکا موافقت کردن، اصرار داشتن. تنها کسی که مخالفت کرد اوباما بود. حالا بعد 2.5 سال خودش اومده چی؟ الان که بدتر هم شده داره به سرچ کام کنه، میخواد قبول بکنه. یا مثلا دولت عراقی داره میگه، از راه دور از واشنگتن داره فریاد میزنه آقای اوباما که دولت مرکزی جدید بغداد باید فراگیر باشه، یعنی سنی ها اینا باشه. خب آقای اوباما، جناب عالی که سال 2009 تشوردید، سال 2011 که میخواستی از عراق برید بیرون، وقتی شروع کرد مالکی به کشتن سنی ها، طارق هاشمی معاون رئیس جمهور فرار کرد، همه رو دستگیر کردن میکشتن، همین آقای مالکی اومد تو کاخ سفید جلوی مطبوعات ازش تعریف کردی، گفتی به به چه دولت فراگیری، تمام اسنادش هست، تمام مصاحبه هست، چشتو میبستی، حالا چرا چی شده که اصرار میکنی؟ این واقعیت روزه. واقعیت هم یعنی چی؟ یعنی این که داعش یه شهر رقا و شهر موصل رو گرفته، بخشای مهمی از سوریه عراق که دستشه، جاهایی که اولا یا قانونی حکم فرما نیست، دست کسی نیست، یا سنی‌ها قبلا شورش کردن، اکثر این جاها
اصلا کسی نبود تو عراق. بنابراین اغراق نباید در قدرت داعش کرد. درسته یه نیروی خطرناک، یه القاعده خطرناکتره، اما شما نمیتونید بر مبارزه با این بیاید به جمهوری اسلامی که دیدم آقای فیلیپ اسمی کارشناس ارشد مؤسسه واشنگتن نوشته 50 گروه نظامی مسلح شیعه وابسته به سپاه قدس تو عراق فعاله. 50 تا گروه، یعنی کلا دولت عراق وجود نداره که اینا دارن کار میکنن، جنایت میکنن، آدم میکشن. جنایتی که جمهوری اسلامی تو عراق و سوریه کرده رو خانم غفاری، مثل جنایت دهه 60 که هنوز کسی نمیدونه چه اتفاقی در ایران افتاد، کسی نمیاد بگه. درست. خب شما نمیتونید با این مش جنایتکار که منفور سنی های عراقن، تو سوریه منفورن، بیاد با این همکاری کنید توی ائتلاف که میخواد داعش رو بین ببری. اصلا عملی نیست. حالا چرا این حرفا رو میزنه گاگای جان کری و این حرفا رو میزنه که بد نیست ایران هم باشه؟ برای اینکه واقعش اینه که آقای اوباما استراتژی نداره. که شما بخواد استراتژی داشته باشی برای مبارزه با داعش، باید تکلیف جمهوری اسلامی دخالتاش در عراق و سوریه رو حل بکنی در درجه اول. این کارم بها میخواد. آقای اوباما این کاره نیست، اهل این کاره نیست. دنبال چی آقای اوباما؟ آقای اوباما دنبال مهار اوضاعه. نکنه قبل از انتخابات یک دو ماه دیگه تو آمریکا، انتخابات میان دوره ای، مثلا یه جنایت دیگه ای بکنه داعش، ایشون تحت فشار قرار بگیره. نکنه قبل از اینکه آقای اوباما میگه در کاخ سفید 8 سالش تموم بشه، وارد جنگ گسترده ای بشه که آبروش بره. بالاخره ایشون سیاجه سال نوبل برده، میخواد خوشو یک شخص صلح طلب نشون بده مثلا. حالا سوا این که من شخصا به این نتیجه دارم میرسم که واقعش اینه که آقای اوباما و یه عده از دوروریاش ایدئولوژیکی اینها مشکلی با جمهوری اسلامی ندارن، یعنی فریفته جیغای ضد آمریکایی جمهوری اسلامی هست. یه نوع نگاه چپ غلط که چون انتقاد داره از سیاست خارجی آمریکا، اینها ممکنه شیفتگی ها هم پیدا بکنن به بخشی از حاکمیت ایران. اینو من دارم به این نتیجه میرسم، چون بعضی کارهایی که میکنن دیگه از اپورتونیسم و منفعل بودن و فرصت طلبی خارجه. آقای دایی، بعضی ها میگن این به خاطر این است که اوباما اصولا ماهیت جنگ طلبی نداره. نظر شما چیه؟ والا اولا که ماهیت جنگ طلبی نداره چیه؟ بالاخره وقتی ایشون شده فرمانده کل قوا و نیروهای مسلح بر دفاع بکنه از آمریکا، نمیتونه چششو ببنده. آخه چجوری ایشون صلح طلبه وقتی میره مثلا مالکی هزار هزار داشت میکش تو عراق روشو میکنه این وقت؟ این چجور صلح طلبیه که فقط به ایران که میرسه میشه صلح طلب؟ به جنایات جمهوری اسلامی و تو سوریه 170 80 هزار نفر سلاخی کردن این صلح طلبه؟ پریروز آقای کری اومده میگه که همین چند وقت پیش دوباره بشار اسد از گاز کلور استفاده کرده، هزاران نفر کشته. آخه چجور صلح طلبیه؟ چرا قش میکنه همش به اون طرف؟ من که نمیفهمم چجور صلح طلبیه. کوتاه اومده مثلا چمبرلین هم صلح طلبه، پاشو رفت اونجا با هیتلر، آدولف هیتلر قرارداد بست، هیتلر شجاع شد حمله کرد به چکسلواکی و لهستان و جنگ شروع کرد، تمام دنیا رو داغون کرد. این صلح طلبیه؟ نه، مماشات با صلح طلبی فرق میکنه، عقب نشینی با صلح طلبی فرق میکنه. اونم چرا به آخونده که میرسن یه مقدار نمیاد صحبت از صلح بکنن؟ میگن آخونده شما دارید همه جا جنگ درست میکنید در عراق و سوریه و لبنان و غیره، چرا نمیان گریبان جمهوری اسلامی بگیرن؟ من که اینو صلح طلبی نمیدونم. آقای دایی، همطور که میدونید در خاورمیانه تحولات بسیاری در حال اتفاق افتادن و حالا یا مثبت یا منفی به هر حال به سمت جلو رفتن داره پیش میره. شما چشمانداز این تحولات رو چگونه میبینید و این تحولات چه فکر میکنید چه تأثیری بر پرونده هسته‌ای رژیم ایران خواهد داشت؟ از کنم پرونده هست یک، خوب زیاد احتیاج به اصطلاح هر سو گمان زیادی نداره. تا 2 ماه دیگه تکلیفش معلوم میشه که من فکر کنم به احتمال زیاد میان اینا همون قرارداد موقت ژنو رو یه نسخه جدیدترش رو درست میکنن و یه توافقی میکنن، یه امتیاز کوچیکتری میده، یه امتیاز کوچیکتری 6 ماه این طرف کشش میدن، 6 ماه اون طرف کشش میدن. بعید میدونم، چون به نفع هیچ کدوم نیستش که شکست اعلام میشه، نه به نفع اوباماست، نه به نفع جمهوری اسلامی و نه به نفع اروپا. اما تحولات منطقه، ببینید من شخصا اعتقاد دارم بنیادگرایی اسلامی یک خطر بسیار جدیه که بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی آرام آرام شکل گرفت در مصر توسط اخوان المسلمین که رهبرشون سید قطب بود، که سید قطب رو میشه سرچشمه بنیادگرایی هم برای جمهوری اسلامی هم برای القاعده و اینها دانست. یعنی تمام افکاری که اون داشت
ضد زن، ضد یهود، ضد تمدن، ضد آمریکا، خلافت اسلامی، امت اسلامی، مرز جغرافیایی معنا نداره، همه این چیزها رو او میگفت که به خوبی تو جمهوری اسلامی میبینید. این بنیادگرایی دو تا برادر داشت، یه برادر بزرگتر که جمهوری اسلامیه که کل منطقه رو میخواد بخوره یک جا، از خمینی شروع کرده تا الان، یه برادر کوچیکتر، خیلی کوچیکتر هم داره که یه گرایشات همین القاعده و اینها بودن. اینها معمولا در اتحاد با جمهوری اسلامی بودن، حتی بعد از 11 سپتامبر هم جمهوری اسلامی به اینا سرویس میداد، از ایران عبور کردن به عراق رفتن، همون زرقاوی، اینها بهشون خیلی کمک کرد. خیلی هاشون هم که تو ایران بودن جمهوری اسلامی به دنیا میگفت بله اینها رو من تحت حفاظت خانگی قرار دادم، بعد عملیات میکردن، مثل اون پسر بن لادن و دامادش، اینا عملیات کردن این طرف و اون طرف، آدم میکشتن، از تهران هدایت میکردن، میگفت اینا در حصر خانگی هم. بسیار عالی است، به اینا بنابراین سرویس میدادن. حالا اون چیزی که باعث جنگ اینها شده چیه؟ این کارهای جمهوری اسلامی که میخواد منطقه رو یک جا بخوره، یعنی جنایتی که در سوریه کرد و در عراق سنی ها رو کش، یه زمینه رشد این برادر کوچیکه رو فراهم کرد. یعنی اختلافی که این برادر کوچیکه داره با جمهوری اسلامی، اختلاف بر سر زمین و اینهاست که میگه آقا منم هستم. اگر در لیبی و خیلی جاهای دیگه هم این بنیادگرایان اسلامی یا حماس خیلی هم با جمهوری اسلامی خوبه، این دو منطقه اینه، اونم به خاطر چی؟ به خاطر جمهوری اسلامی. بنابراین تحولات منطقه، حالا این وسط کی قربانی؟ اولا مردم بدبخت تمام این کشورها، مردم بدبخت این منطقه، جریان های دموکراتیک، جریان سکولار که نابود شدن، دنیا هم نگاه که بر رو بر نگاه کردن. حالا به کدوم سمت میره؟ من فکر کنم تازه اولشه. یعنی جمهوری اسلامی دستشو باز گذاشته تو این سالها، کاری کرده که این بحران کنونی به وجود اومده، از توش داعش در اومده، جبهه نصر به وجود اومده، سوریه و عراق. ببینید عراق دیگه افغانستان نیست که اون موقع القاعده اونجا بود. عراق یکی از مهمترین کشورهای جهانه، منطقه نفخیزه، تاثیر میذاره بر همه کشورهای منطقه، اردن، ایران، یمن، عربستان، همه. بنابراین این باید حل شه. برای حلش باید تکلیف دخالت های منطقه جمهوری اسلامی مشخص شه. بنابراین بحرانی به وجود اومده که برای حلش باید اون مشکل بزرگتر، ریشه بحران ها و اونم مسئله جمهوری اسلامی و بنیادگرایی که جمهوری اسلامی 36 سال در منطقه دور روش میده، باید تکلیف اینو معلوم بکنن. یعنی خود جمهوری اسلامی کاری کرده که جهان آرام آرام به سمت برخورد با جمهوری اسلامی بره، قاطع در مقابلش بیسته، در این تردیدی نیست. به غیر از این بحران عمیق‌تر خواهد شد، گسترده‌تر خواهد شد، منطقه به جنگ و خونریزی بیشتر دچار خواهد شد، تا اینکه در یه نقطه جهان برسه به اینکه باید آقا تکلیف این سپاه قدس رو ما مشخص بکنیم. از سوریه و فلسطین و ایران و عراق و افغانستان، همه جا دخالت داره. این رو اگه نخوان حل کنن بحران همه پیدا میکنه. بخوانم حل کنن باید با جمهوری اسلامی برخورد جدی‌تری داشته باشن. یکی از دلایل ضرورت در شرکت در تظاهرات 25 سپتامبر هم شاید همین باشه. ممنونم از اون آقای دایی. خود شما شرکت میکنید روز 25 سپتامبر در نیویورک در تظاهرات بله نیویورک؟ حتما دیگه، من این وظیفه خودم میدونم دیگه، شده سفر یک سال، هر سال باید بریم دیگه، تا این حکومت هست ما هم خواهیم رفت و این یه تریبونی که اونا دارن، ما هم سعی میکنیم از این حداقل استفاده بکنیم. متاسفانه رسانه های فارسی یک سال اومدن این صدای آمریکا و بی بی سی و اینا که واقعا مایه ننگر. البته خب تعجب نداره، اینا حقوق بگیرای دولت آمریکا، اینا خبرنگار نیستن که، اینا حقوق بگیرن، این نمیان، میانم تعیین میکنن، الکی نگاه میکنن، چهار تا فیلم میگن، هیچ وقت هم نشون نمیدن. ولی واقعا بیان نشون بدن، 5 نفر طرفدار رژیم اگه بیان یه کاری بکنن، 25 تا گزارش ازش تعیین میکنن. آخه بابا چند هزار نفر هم میرن، ولی مهم نیست، هر چقدر پخش بشه دنیا که میبینه که ببینن هزاران ایرانی میرن، منم به اندازه خودم یه نفرم خواهم رفت و امیدوارم هموطنانم هر کس میتونه بیاد شرکت بکنه، که واقعا عرض کردم با این فرهنگ ذلت باید ما مبارزه بکنیم. آقای دایی فکر میکنید امسال باز روحانی از اوباما التماس تلفنی میکنه؟ نه نه نه، امسال که جرئت نمیکنه. اگه به لحن صحبت‌های ظریف روحانی ببینید تندتر شده، دارن مثل احمدی نژاد حرفای اون طرفی میزنن، یعنی میبینی شرایط داره خودش تحمیل میکنه. نه فضا منفیه، خامنه‌ای هم خط و نشون کشیده دیگه، پارسال که رفت این صحبت ها رو که برگشت تهران بهش لنگه کف زدن، بعدم خامنه‌ای گفت کارهایی که اینا در نیویورک کردن نابجا بود، یعنی رسما گفت چرا کردید دیگه. بعدم قبل از اینکه بیاد همین یک ماه پیش در حضور همه خامنه‌ای گفت تماس با مقامات آمریکایی فقط برای مذاکرات هسته‌ای، آن هم در حد وزیر خارجه.
یعنی چی؟ یعنی آقای روحانی تشریف بردین اونجا، حتی تو راهرو سازمان ملل هم اگه اوباما رو دیدی رو تو بکن اونور، یا مثل خاتمی سال 2000 بردنش تو دستشویی دستشویی. پنهانش کردن، برو تو دستشویی خلاصش. آقای دایی ازتون بسیار سپاسگزارم که در این برنامه شرکت کردید و براتون روز پرباری رو در 25 سپتامبر جلوی مقر سازمان ملل آرزو دارم. لطف محبت دارید، روزتون بخیر. بنیان شما را میکنند از ریش و ریشه، ای نوادگان زهاد مثل کابه تا همیشه. ما عاشقان خواندیم، ما همیشه با هم هستیم، همسایگان خورشید، صخره های بی شکستیم. ای پارو شکسته، کشتیت به گل نشسته، از خروش و خشم مردم پیکرت از هم گسسته. ما این سرزمین را گمان از نو بسازیم، با جانمان پیمان بستیم، بر نظام تو بتازیم. فردا فردا گردن از آن ما، آزاد و خرم باد ایران ما. فردا فردا گردن از آن ما، آزاد و خرم باد ایران ما. مرگت فرا رسیده، ای تبهکار ستمگر. آن یزمد که بر ما با همه تیر و تبر تا، ما را با عزم ما را ساده پنداشت و نشناخت. ما همیشه هستیم تا ترانه در جهان هست، هر کجا ممنوع شد عشق شایهوی عاشقان هست. ما این سرزمین را بیگمان از نو بسازیم، با جانمان پیمان بستیم، بر نظام تو بتازیم. فردا فردا گردن از آن ما، آزاد و خرم باد ایران ما. فردا فردا گردن از آن ما، آزاد و خرم باد ایران ما. شب را شکستن و ستاره های محصول.